گفتم بله آقا. گفت عمرش تمامه، کسی هم از دستش کاری بر نمیاد. به مادرم هیچی نگفتم. دو سه روز گذشت، اومدم خونه گفتم ساکت رو بند، میخوایم بریم زیارت امام رضا. اومدم تو حرم، پشت پنجره فولاد مادرمو دخیل کردم. روز اول از صبح تا شب پلوش باستادم. گفتم مادر من خسته شدم، برم یه جایی بگیرم برای استراحت، امشب استراحت کنم، فردا صبح دوباره برو دورت بگردم. گفت مادر رفتی خسته بودم خوابیدم، اما تو عالم خواب احساس میکنم یکی با من صحبت کرد. گفتم مادر با آقا گفتی؟ گفت عزیزم. با آقا گفتم من چند سال آقا یه حاجت دارم، این پسرم با عروسم دستشون به دعاست تا خدا بهشون یه اولاد بده، میشه شما از خدا بخواید به فرزند من یه اولاد بده؟ گفتم مریضی چی مادر؟ به آقا نگفتی حال ندار و ناخوشی؟ برگشتیم شهرمون، بعد از چند ماه خدا به من یه اولاد پسر داد و مادرم از پیش ما. مادر اینجوریه دیگه، رو به قبله هم که باشه فکر اولادشه. رو به قبله بود، ببخشید سید.